به نام خداوند جان و خرد. اسمم پرویز غریب افشاره و ساعت 6:40 بعد از ظهر روز یکشنبه به طور زنده و مستقیم به منازل شما میایم. یکشنبه بعد از ظهر در لس آنجلس، البته برنامه در تمام جهان پخش میشه، ما هم فقط از لس آنجلس خبر داریم دیگه. خدمتتون باید بگم که باید شروع کنم با سوریه که صحبت آتش بس بود. از هفته گذشته صحبت میکردن، تحریک کوفی انان داده بود، ولی مثل اینکه بشار اسد به قول خودش وفا نکرده. هنوز امروز در شهر هم بیش از 20 نفر رو دوباره شلیک کردن و یه قسمت از شهر بمباران کردن و معلوم نیست که آتش بس تا چه اندازه ای ادامه پیدا خواهد کرد، ولی سازمان ملل قرار 30 نفر ناظر به اونجا بفرسته. حالا من که سیاست مدار نیستم، من که وارد نیستم، شما فکر کنید 30 نفر میخوان برن و پی ببرن که کی خطا میکنه در یک کشور مثل اسرائیل، مثل سوریه ببخشید، که این همه در نقاط مختلفش سر و صدا شلوغیه و میخوان با 30 نفر. ولی در هر صورت امیدوارم که بتونن با هم کنار بیان و مسائلشون رو حل بکنن. از طرف دیگه هم که در ترکیه رژیم کنون ایران مسئولینش با 5+1 جلسه داشتن و همه خوشبینن که جلسه خیلی خوب بود. میگیم چی شد، نتیجه چی شد؟ گفتن قرار شده که 23 می در بغداد هم دیگره ببینن دوباره. این موضوع البته یادتون هست که رژیم ایران میخواست عوض کنه محل و نخست وزیر ترکیه بهش برخورده بود که قرار شده در ترکیه باشه، در استانبول باشه، نمیشه که لحظه آخر عوض کنید. ولی یه روز جلسه گذاشتن و به این نتیجه رسیدن که میتونن با همدیگه صحبت کنن و 23 می، یعنی 3-8 روز دیگه در بغداد دور هم جمع بشن. آخرین خبری که من امروز بعد از ظهر شنیدم این بود که آقای نتانیاهو و دیگه از همکارانش ناراضی بودن و گفتن که آقای اوباما همه چیزو داد به ایران. از دفتر آقای اوباما هم گفتن که والا چیزی نبود، نشستن صحبت اولیه رو کردن، یعنی چیزی عوض نشده، همه چی به همون صورتی که بوده هست، تحریما به جاش هست، هر چیزی هست. و اینا میگفتن همه چیز دادن به ایران چون ایران خواسته بود در بغداد این جلسه گذاشته بشه و قبول شده. در هر صورت اینم وضعیت در ترکیه است. ترکیه از یه قسمت مواظب بشار اسد، از این ور مواظبه که کمک بشه به ایران، در اونجا ناراحتی به وجود نیاد. در هر صورت خیلی فعالن سیاستمدارای ترکیه. در قسمت دیگه ای که باید خدمتتون بگم، در لس آنجلس هفته پیش هم دو روز پیش یه بارونی اومد، یه رگباری گرفت، دو تا درخت افتاد، نمیدونید چرا اینجا به هم ریخت، که همه میگفتن وای چی شد، طوفان شد. برید ببینید در کنزاس و اوکلاهاما چه خبر بوده. این گردابای مخصوص در اونجا بیش از 100 تا بوده در کنزاس سیتی و خرابی به وجود آورده. هنوز دارن ببینن که خرابی ها تا چه اندازه بوده در کنزاس و اوکلاهاما. و این متاسفانه این وضع هوا، نابسامانی هوا ادامه داره. اینجا یه بادی میاد، یه بارونی میاد، در اون طرف گرد و باد میشد، همه چی رو به هم میرسه. از قسمت های دیگه بگم خدمتون، از قسمت های داخلی، دیشب هموطنان ما در UCLA جمع شدن در جشنواره هر ساله
UCLA که به آرشیو UCLA مربوطه که هر ساله فیلم های از آرشیو نشون میدن، از فیلم های ایرانی نشون میدن. بیشتر سالها فیلم ها همه ساله تقریبا تو این 24 ساله از ایران بیشترش میمد. امسال برای اولین بار که از هنرمند گرامی، هنرمند محبوب پرویز صیاد 4 تا فیلم در این جشنواره نشون داده میشه و 4 تا فیلمی که در سه تا از اون فیلم ها در خارج از ایران تهیه شده و این اولین باره که همچین وضعیتی به وجود اومده و من امیدوارم که هموطنان ما این فیلم ها رو حمایت بکنن و نشون بدن که دوست دارن ببینن فیلم هایی به این صورت ساخته شده و حمایت بشه، فیلم هایی که مربوط به ایرانیان در خارج از ایران، مربوط به ایرانیان امروزه و باید اینا حتما حمایت بشه. هفته آینده یک شنبه آینده 22 فیلم بنبستیشون رو نشون میدن که امیدوارم که برنامه ما رو در لس آنجلس نبینید، همه برید به UCLA و فیلم پرویز صیاد رو ببینید. دیگر از چیزهای دیگه دیدم یه دهی میدویدن تو این سالن، تو این ساختمونه که ما هستیم، میدونید یه ساختمونه بزرگ سفید رنگی که در ونتورا بولوارد، اکثر کسایی که در ولی هستن میدونن کجاست. در زم دیدم یه دهی داشتن میرفتن طرف دفتر آقای فریدون مهران رازی و گفتم چه خبره؟ گفتن امروز روز آخره، 15 روز آخر مالیات، مالیات رو ما امروز باید تحویل بدید تا ساعت 12 شب. رفته میدم آقای رازی خیلی راحت بهش میگه آقا امروز نشد فردا بده، فردا نشد پس فردا بده. گفتم این لابد داره خرش قد میره که آخه میدونید معمولا 15 اپریله که باید همه مالیاتشون رو پر بکنن، مالیات 2011 رو، ولی ایشون میگه امروز چون یه شنبه است، حالا اگه پر نکردید میخواید مالیاتتون رو بهش برسید امروز میرسید، نه اکستنشن بنویسید، نشد فردا، چون امروز یه شنبه بوده فردا هم میشه. بعد دیدم این روز هم یه روز هم ایشون 17 هم میگه میشه. در هر صورت خیلی خوشحال شدم که ایشون مثلا که با آقای اوباما خیلی نزدیک شده که به همه میگه ناراحت نباشید فریدون مهران رازی اینجاست. صحبت از مالیات کردم، در وطن عزیزمون میدونید مالیات میدن مردم، ولی در این چند سال، این 30 و چند سال اخیر یه صندوقایی گذاشتن، صندوق صدقه است که از قدیم معمول بوده. یه عده‌ای که فکر میکنن اگه مثلا یه کسی مریض دارن یا یه کسی در سفر میخوان برگرده، میگه اگه برسه، یا مریض بیشتر، که صدقه میدن اگه حالش بهتر بشه. و یکی از جوانان زیرک ایرانی یه دونه عکس برای ما فرستاده، میگه صدقات خودتون رو توی زباله‌دانی بریزید. یه عکس فرستاده برای ما که خیلی جالبه و این عکس رو اگر ببینیم که بله، در میبینیم که اون طرف اون صندوق مخصوص صدقاته، این برم یه بچه نشسته دستشم هلو بای بای داره میکنه، میگه اگه میخواید صدقه بدید بریزید تو، بچه در زباله‌دانی نشسته و منتظر صدقات مردمه. اینم داستان این طفل، واقعا آدم دلش بیست. وقتی بعضی از جوانها به این صورت میشنن تو زباله‌دانی، بعضی از جوانهایی که بعدشون خوب بالا به چه صورتی، پدرشون، برادرشون، عمهشون بعضش خوب بوده، اینا میان تازه به دوران رسیده هم هستن دیگه، ببینید برای خودشون چه تفریحاتی درست کردن. و یکی از دوستان برای ما گفته ببین جوانهای تازه به دوران رسیده چه تفریحاتی دارن در وطن عزیزمون. خواهش میکنم. آخ
ویدیو کارو منم بده. گوشی حتی نزن میزنه، گوشی حتی نزن میزنه، همینی بزنه. حالا اینه بیم اطلاعی ما گرفتیم، خب 500 تا میگیرم اول کار. خب برای یک سال بیم اطلاعی میکنن چی تو سوخت که بالا 5%. خب بدون باز دیده باز راست ماشین نو تحویل میدم. عشان کار بزنه الان دسته تیر بزنه درسته الان بزنه تو چی شده تا؟ به حتی تر تو چی شده که آخور میشه دسته تیر بزنه تو چی بدانی؟ نه بزن بزن آیسومه ترسن آقا شیشه خورده بزن تو صورت بچه بزن. نه شیشه ماش خود خطوندی خورد نمیشه. ایه یکی دیگه آقا یکی دیگه بزن یه حتا بزن گوشا که آمده آمده بزن ایوان ایوان وایسا وایسا بزن تیر آخر رو بزن او اسپیشال گنگ چیزی آخه میتو بکشی. دل کپسول اوکو. او چی اوکو مفجنه چه؟ چرا؟ باید بزنی این منطقه. خب فازرت هم باید دور باشه. باشه بره پس میره من خمرم که. الان زنگ میزنن از خونه. الان خونه. حالا برم. حالا برم. اومد بری اخ فرض. خب کی گه چی شد؟ مثلا دست نمیشه. چرا برو؟ من هم پلیس فرض. خب بریم فرض. خیلی خب حالا بزن برم عقب پس. فرض تو میاد دور وایسا. بچه یه اون نریزن اینجا سرسی داشت. نه بچه خوب دور شیه. یه میاد آقایسه بیا فرشاد. خوبه فاصله ها میترسم بچه انفجار پرتی بکنه آقا. خیلی خوب آده گود وای خدا فرشاد وای نگاه کن بچه تیره کن ایوان ایوان حل آقا حل بایسا نزدیک نشو میترسم. بله آدم چی بگه. من یادم که ما سن سال این بچه ها بودیم یه دوچرخه میگرفتیم و چقدر بهش میرسیدیم، بهش نوار میپیچیدیم، روش نمیدونم زنگ میذاشتیم، چراغ میذاشتیم، ازش برای حمل و نقل استفاده میکردیم، بعض وقتا به دوستان اونم راید میدادیم. هیچ وقت یادم نمیره دوستان قدیمی با جوانای قدیم یادشونه که من با دوچرخه میرفتم منزل دوستمون در جوادیه، اونو ترک دوچرخه هم میذاشتم میبردم وسفنارد. فکر کنید از حمل و نقل استفاده میکردیم و چه لذتی میبردیم. در اون زمان آدم ورزش میکنه چقدر قوی میشه. بعد برسیم اونجا فوتبال بازی میکردیم و خدا حفظ کنه صابخونه رو در وسفنارد به ما غذای حسابی میداد، خورشت بادمجون و بامیه میداد و بعدش هم خدا حفظ کنه وقتی می رفتیم منزل یک کیسه بادمجون، یک کیسه گوجه فرنگی، یک کیسه ماست می ریخت. ماست می ریخت تو کیسه، ترک دوچرخه می بستیم تا می رسیدیم همه آب رفته بود، ماست کیسه ای شده بود. چه بساطی بود. ما چه تفریحاتی داشتیم. حالا می بینیم که بچه های امروز با ماشین چه کار که نمی کنن. البته تمرین هم لازمه دیگه. یه کسی در اینجا 15-16 سال تمرین کرده فقط که بتونه با اسکیتش یه زیگزگ رو بره. ببینید آدم هر کاری بخواد میتونه انجام بده ولی باید زحمت بکشه و تمرین کنه. خواهش میکنم به این قسمت هم توجه کنید. Cone 6 feet apart and the time to beat is 25.27 seconds. And if Martin knocks over any cones, it's a tenth of a second added on for each one. Look at that. 15 years of training to get that perfect rhythm.
Fantastic. 21.779. What about that? No cones down. وقت گرفتن، ببینید واقعا اینم لذت داره دیگه. هی چند ثانیه یا چند صدم ثانیه هر دفعه میره سرعتش بیشتر میشه. بریم به طبیعت که در اتاق فرمان دوستان میگفتن امروز هوا خیلی زیبا بود در لس آنجلس و من معذرت میخوام که امروز برنامه داشتیم که دوستانم مجبور شدن بیان تو این هوای زیبای جنوب کالیفرنیا استفاده نشد ازش، ولی فردا حتما خواهش می‌کنم همین هوا رو تو این هفته خواهید داشت، حتما استفاده کنید. ولی درباره طبیعت صحبت می‌کنم، ببینید که چه حساب کتابی هست. این هر چیزی رو حساب کتابه. این پرنده‌هایی که در آسمان می‌بینید به چه صورتی غذا پیدا میکنن، اون ماهی که در آب به چه صورت غذا پیدا میکنه. یک تصویر بسیار زیبایی به دست ما رسیده که آدم پی میبره به این بزرگی کار، به این عظمت کار. حالا هر چی میخواید اسمشه بذارید. من وقتی این عظمت میبینم در یک کسی که حالا میگم یک کسی میگه خداست، یک کسی میگه طبیعته، هر کسی به یه صورتی، ولی یه حساب کتابی هست. آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد، صبر آرام توانت به من مسکین داد. تمنا میکنم. بله، حالا یک کسی میگه که این چی میگه، این روزی یک شنبه، شاید هنوز این سرماخوردگی، این ویروس در بدنشه، داره صحبت این طبیعت میکنه، صحبت
حساب و کتاب روزگار میکنه، اون ماهی در دریا، اون در اون پرنده در آسمان، بعدش هم شعر میخونه. والا اینا همه به هم مربوطه. میگم شما میخواید ببینید اون شخصی که شعر گفته، ببینید چقدر زیبا گفته درباره با خودش، که آنکه رخسار تو را رنگ گل نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. یعنی مگه از این زیباتر دیگه چی میشه؟ اون رخسار تو رو رنگ گل نسرین داده، به من هم میتونه صبر و توانا بده. زیباست، زیباست اینکه بعضی اوقات آدم از نقاط مختلف جهان میشنوه اشعار، موسیقی، ولی بعضی چیزا واقعا آدم لذت میبره. یه کاری که معروف موسیقی بین المللیه، بعد میبینه که چقدر زیبا اجرا میشه توسط هنرمندان، یکی از اسپانیا، یکی از فرانسه، و شما هم حتما این موسیقی رو شنیدید، ولی این بار لذت مخصوص خواهید برد. تمنا میکنم. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres pourrait être le vôtre, genre d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan
histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. وقتی میگم آنکه رخسار تو را رنگ گل نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. بعد بدونید یه حساب کتابی تو این دنیا هست، به خدا هست، به خود خدا هست. خدمتتون عرض کنم که امروز شما در جریان هستید، مخصوصا هموطنان ما در نیویورک، که یک رژه‌ای برگزار شد. هر ساله در اپریل این کار میشه و برای بنده خوشبختانه، چون سعادتمند هستم، دوستان خوبی دارم، از دوست عزیز، از کسی که سالها ما رو یاری داده، خواهش کردم که با ما صحبت کنن، یک گزارشی درباره رژه امروز به طور زنده و مستقیم از نیویورک به ما بدن. خیلی خوشحالم که آقای دکتر جمشید ایرانی، وکیل دادگاه های فدرال آمریکا، روی خط هستند. اگر بگیرم، گرفتید یا الو؟ سلام آقای دکتر. سلام آقای قزلباشی، خسته نباشید و ممنون هستم که فرصت دادی یک بار دیگه در برنامه شما در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم، بزرگواری کردید که امروز گزارش تهیه بکنید برای هموطنان ما در نیویورک و سراسر آمریکا و کانادا و وطن عزیزمون. بفرمایید که چه گذشت امروز آقای دکتر ایرانی؟ امروز در یک روز بسیار خوب و آفتاب بسیار دلپذیر، نهمین جشنواره یا رژه ایرانیان در منهتن نیویورک برگزار شد و امتیاز این برنامه امروز این بود که برخلاف سالهای گذشته که همیشه در ایام عید برگزار می شد، این بار تقریبا 3 هفته بعد از اون برگزار شد و هوا هم مساعدت کرد و در حدود بین 40 تا 50 هزار نفر از هموطنان ما در خیابان مدیسون جمع شدند و شاهد یک رژه بسیار رنگین، بسیار زیبا و جالب و قابل ارائه در جامعه نیویورک و همینطور در سطح بزرگتر بین‌المللی باشند. بیشتر در منهتن بود دیگه دکتر، اینطوره؟ بله، مسیر رژه به طور کلی در خیابان معروف مدیسون هست و این دیگه سنتی شده در 9 سال گذشته، وقتی که به اصطلاح بنیانگذاران رژه این مسیر انتخاب کردن. امروز دیگه برای همه مشخص است که وقتی صحبت از رژه ایرانی میشه، در خیابان مدیسون منهتن برگزار میشه. بله بله، بفرمایید که چه گذشت. ما هم دوستان تصاویری نشون میدن، اگرم بتونن تصاویر به طور کامل نشون بدن خیلی ممنون میشم. که بله بفرمایید. در حدود، اگر اشتباه نکنم، حدود 15 یا 17 فلوت یا عرابه های تزیین شده در این رژه راه رفتن در خیابان مدیسون. عرابه های یا فلوت هایی بودن از آذربایجان، از کردستان، از خوزستان، از خراسان و اینا به طور خیلی زیبای تزیین شده بودن و همینطور که میدونید بعضی از مراسم و مثلا فلوت هایی که در ایام عید هم مثلا سمبولیک هستن برای 7 سین اینا رو نمایش میدادن و امسال هم استثنا نبود. درسته که 3 هفته بعد از عید بود، ولی بالاخره تو هم بود با سال نو در فرهنگ ما. و مثلا فلوتی که الان میبینید فلوتی بود که 7 سین رو نشون میداد و به فارسی و به انگلیسی و اینا به صدا تزیین یافته بود، بسیار زیبا بود و
واقعا کسانی که این کارا رو انجام میدن زحمت میکشن و با توجه به اینکه تعداد کسانی که در این کار اینوالو هستن محدود هستن، گروه زیاد بزرگی نیستن و هموطنان ما هم خب دوستان میشه تماشا کنن تا اینکه از نزدیک برن دست به کار بشن، واقعا باید دست این افراد رو فشرد و بهشون تبریک گفت که در چنین مدت زمان کوتاهی چنین کار بزرگی را در سطح بزرگ جهانی نمایش میدن و ما هم بهشون افتخار میکنیم که حداقل خودمون رو در شرایطی که مسائل سیاسی حاکم بر زندگی تمام ایرانیان هست، حداقل یک روز شده یک برگ زرینی از تاریخ کشور ما را که اخیرا متاسفانه گرد و خاک روش نشسته رو به جهانیان نشون بدیم و همینطور خودمون هم شاهد باشیم و دوباره به خودمون یادآوری بکنیم که ما چه هستیم و چه بودیم و دوباره انشاءالله چه خواهیم شد. بله، و جالبه این که وقتی هموطنان ما یه همچین کاری میکنن، یه همبستگی نشون میدن، در ضمن در اون شهر یه اردندامی میکنن دیگه که این همه ایرانی اونجا هست با این بکگراند چندین هزار. طبیعتا همونطور که شما فرمودید کار سنگینی هست این مسئله و وقتی که بعد از مدت ها تلاش موفق به انجام این برنامه میشن یک خودنمایی هست برای ایرانیان و فرهنگ ایرانی و حداقل یک روز هم که شده 50,000 ایرانی در مدیسون اونیو و نیویورک جمع میشن و با افتخار سرشون رو بلند میکنن و به مردم نشون میدن و میگن که این فرهنگ ماست، نه اون چیزی که در روزنامه ها نوشته میشه یا در رادیو تلویزیون هر روز مطرح میشه. 100%. بله، ادامه بدید. خواهش میکنم درباره بقیه چیزایی که امروز شما دیدید. بله، فلوتایی که از کنده خدمتون آورده بودن، اینو خدمت عرض کنم که در اول بشه اول برنامه گروه کور به اصطلاح پلیس نیویورک میاد سرود ایران رو می نوازن. به 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 بلا فاصله بله سرود امریکا نواخته می شود و این خیلی جالب است که در اون قسمتی که مثلا نقطه شروع رژه هست که بیشتر مردم در اونجا جمع میشن، وقتی که میبینن که مثلا حدود 25 یا 30 نفر از افراد پلیس نیویورک سرود ای ایران رو مینوازن، واقعا احساس غرور به آدم دست میده و درسته که اون از روی نوت این سرود رو مینوازن ولی 20,000 یا 30,000 نفری که اونجا جمع میشن و همگی سرود ای ایران رو با هم میخونن، این واقعا افتخار آمیز بود برای تمام کسانی که میدونستن معنی سرود چیه، معنی ای ایران چی هست و مفهوم کلمات و جملاتی که در اون شعر هست با توجه به مسائل گذشته و مسائلی که الان ما درش هستیم. واقعا جای شما خالی بود و جای دوستان در دیگر نقاط دنیا خالی بود که خودشون رو در اون لحظه در اون محل احساس بکنن و همراه با هموطنان دیگرشون سرود زیبای ای ایران ای مرز پرگوهر رو بخونن. بله آی دکتر، ایرانیایی که بیشتر در اون ناحیه هستن میان از نقاط مختلف آمریکا به اونجا جمع میشن، شما این در جریان هستید؟ بله، بیشتر مردم طبیعتا از منطقه شمال شرق امریکا بودن، از طریق میتونم بگم از مسیرهای ویرجینیا واشنگتن و تا بالا بوستون این طرف ها اومده بودن، ولی خیلی از افراد هم بودن که از شهرهای مثل شهر شما اومده بودن، از کالیفرنیا اومده بودن، از فلوریدا اومده بودن، از تگزاس اومده بودن. من با یه نفر صحبت میکردم، ایشون از ویسکانسین اومده بودن که این رژه رو ببینن و با توجه به تمرکز جمعیت ایرانی در نقاط مختلف امریکا شما کمتر فکر میکنید که در ایالت مثلا ویسکانسین ایرانی بر اونجا زندگی بکنه، ولی نه تنها در اونجا ایرانی هم هست بلکه به خاطر رژه ایرانی هم از اونجا بلند شده و اومده و احساس غرور کرده و خودش رو در این روز سهیم دونسته در ارائه فرهنگ خودش در سطح نیویورک و سطح جامعه که خودش هم بدونه که اون هم جزء ایران و ایرانی هست و تمام جمعیتی که از تمام نقاط امریکا اومده بودن، چند نفر من شنیدم از کانادا اومده بودن، بنابراین باعث افتخار است که این رژه فقط مخصوص نیویورک یا نیویورکی ها نبوده، همه در این سهیم هستن. چند تا از رسانه های گروهی کالیفرنیا هم اومده بودن گزارشات تهیه بکنن، فکر میکنم که
برنامه شما اول برنامه باشه که تصاویر مربوط به ویژه رو پخش میکنه. این تصویری که مثلا شما الان میبینید گروه مربوط به ارامنه ایرانی بود که رقص بسیار زیبایی رو ارائه دادن و یک فلوت یا عراوه بسیار زیبایی هم داشتن. پرچم بزرگ ایران رو در سطح خیابان پهن کرده بودن و در حدود میتونم بگم 30 یا 40 نفر فقط این پرچم بزرگ رو حمل میکردن و وقتی که این پرچم رو تکون میدادن و شعر ایران رو دوباره میخوندن باز هم آدم احساس غرور میکرد و احساسی بهش دست میداد که باز هم امید هست که یک روزی در جامعه بین المللی علاوه بر مسائل سیاسی و فشارهای سیاسی و مسائلی که در داخل و خارج مملکت ما هست یک روز هم بتوانیم باز سرمون رو بلند کنیم و با افتخار بگیم که ما ایرانی هستیم و از یک خدمت تمدن قدیمی برخوردار هستیم. آقای دکتر خیلی ممنون و متشکر از لطفتون، ولی من میخواستم از شما یه خواهش دیگه هم بکنم. حالا که شما هر بار لطف کردید گزارش رو به طور بسیار زیبا هم تصویری هم صدا سمیع و بصری برای ما فرستادید و به صورت زنده انجام شده، آیا میشه از شما خواهش کنیم که برای 23 می به بغداد برید ببینید که این 5 به اضافه 1 به در با ایران چه در اونجا چه جلسه خواهند داشت؟ والا دوباره دردسر که دوباره دردسر نمیخواید بگردید، ولی گفتم که شما که هر آدم وقتی هر خواهشی کردیم در گذشته یادمه که شما رفتید به نقاط مختلف، ایرانیایی که احتیاج به کمک داشتن در ایالات مختلف آمریکا، شما چون کارتون مربوط میشه به کارهای فدرال آمریکا، دولت مرکزی آمریکا انجام دادید، گفتم خب آدم سنگ بچاری گنجشک بچاری دیگه یه دونه هر شما که همه غریب افشار خدمه از کنم. من برای مثلا تی بودن به وضعیت پرونده چند مثلا موردی در دادگاه لاهه این کار رو انجام دادن یا در دادگاه امریکا این کار رو انجام دادن و از روی کنجکاوی و حس هموطنی و ایرانی بودن پرونده ها رو دنبال کردن، ولی میدونی که مسائل سیاسی در امریکا و در سطح بین المللی که مطرح میشه، کسی که در امریکا زندگی میکنه حتما باید در این جلسات که شرکت میکنه نمایندگی یکی از طرفین رو داشته باشه. بله. بنابراین شما به عنوان یک فرد کنجکاو میتونید برید در اونجا و از اطراف بشنوید چه اتفاقاتی میفته، ولی برای اینکه در خود این جلسات بیشتر وارد بشید باید اینجورشون یه فارن ایجنت رجیستریشن انجام بدین، یعنی که شما بگین که ایجنت یک دولت خارجی هستین که میخواهید مسائل یا مطالب بیشتری از این موارد رو به دست بیارید، وگرنه اگر بیگودار به قول معروف کسی دعا بزنه و در این مراحل و در این مراسم شرکت بکنه به عنوان یا به اتهام جاسوسی یا فضولی در امور سیاسی یک مملکت ممکنه که دستگیر بشه. در نتیجه بنده هم مثل شما خیلی علاقمند هستم که ببینم نتیجه این مذاکرات به کجا میرسه. این تصویر نگه دارید، خواهش می‌کنم بعدا دکتر روش صحبت کنه. بله، و امیدوارم که در آینده یا 23 می که همونطور که فرمودید جلسه دوم این مذاکرات هست یه مقداری طرفین به توافق برسن و از این تنشی که در دنیا به وجود اومده و ما ایرانی بیشتر احساسش میکنیم برای ما راحت تر باشه و به نتیجه برسه که هم ایران یا به نفع ایرانیان باشه و هم در واقع به نفع امریکا و امریکاییان باشه. برای اینکه شما در هیچ مذاکره ای نمیتوانید برنده بیرون بیاید، برای اینکه وقتی که صحبت از نیگوشیشن یا مذاکره هست طبیعتا برای اینکه موفقیتی حاصل بشه هر دو طرف باید از این مذاکرات احساس کنه که پیروز اومدن بیرون. 100%. ولی نه، من فکر کردم حالا که شما همه نوع کمک کردید بیرم سوال میکنه دیگه، آدم چون میگید که در نمیشه دیگه. تصاویر بسیار زیبایی بود، باز هم تصاویری هست از اتاق فرمان خواهش کنم اگه هست که نشون دعای دکتر روش صحبت کنن. بله، بله، انشالله که سال آینده در واقع دهمین سال این رژه خواهد بود، شاید یه برنامه های ویژه تری بذارن. امیدوارم شما هم بتونید در اینجا حاضر باشید و خودتون شخصا در این
مراسم شرکت بکنید، برای اینکه حضور در صحنه داشتن در چنین مواردی مخصوصا در خارج از کشور در خیابان مدیسن زیر آفتاب گرم امروز واقعا افتخار انگیزه و من این شادی رو و این شعف رو در صورت بسیاری از هموطنانمون احساس میکردم و دیدار مجددی از دوستان قدیمی که چندین سال ممکن آدم همدیگه رو ندیده باشه و به طور کلی جمع شدن 30,000 to 50,000 ایرانی در یک محیط تقریبا نزدیک به هم افتخار آمیزه. من واقعا خوشحال میشم که وقتی دوستان رو میبینم و حتی اگر هم افراد غریبه باشن، درسته غریبه هستن، ولی به هر حال ما در فرهنگمون مشترک هستیم، در زبانمون مشترک هستیم، بنابراین ما غریبه آشنا هستیم با بله. یک جمعی حاضر میشیم به وجود همدیگه افتخار میکنه و امروز روزی بود که تمام افراد، چه اونایی که آشنا بودن چه اونایی که غریبه بودن، در خیابان مدیسن جمع شدن و با مشاهده این رژه بسیار بزرگ که من واقعا از افرادی که برگزار کننده این برنامه هستن تشکر میکنم و واقعا دستشون رو میفشارم به عبارتی دیگر و از طرف دیگر هموطنانم از اینا تشکر میکنم که بدون چشم داشته مالی و بدون که توقعی داشته باشن چنین زمانی رو میگذارن و برای اینکه فرهنگ خودشون رو و اون جذبه و قدرت و ابهت فرهنگ ایرانی و افراد ایرانی رو در چنین سطحی به دنیا نشون بدن. آقای دکتر، البته میدونید که در لس آنجلس هم دومین یک شنبه معمولا در فروردین سیزه به در میگیرن، ولی اولین یک شنبه دید بازدید نوروزی در وست بوده که در حدود 25,000 to 30,000 تا میرن اونجا و 5 سال پیش که من رفتم اونجا یه برنامه ویژه رو در اونجا ترتیب داده بودیم. واقعا این که شما میفرمایید هم احساس خوب میکنه که این همه ایرانی از نقاط مختلف جنوب کالیفرنیا دور هم جمع میشن و اسمش هم از دید و بازدید، همدیگه رو اونجا میبینن و چون اینجا خیلی مشکله مثل ایران 13 روز تعطیل نیستن که بتونن برن همدیگر ببینن، یه روز یک شنبه یعنی اولین یک شنبه فروردین و اینو معمولا آقای خلی در شرکت کتاب در وست‌وود ترتیبش میدن. امسال متاسفانه بغرندگی بود و برگزار نشد و من خوشحالم که برنامه خیلی موفق شما در منهتن داشتید. در ضمن اینجا توجه باید بکنیم که نیویورک و لس آنجلس یه مقداری فرق میکنه به خاطر ازدحام و تمرکز جمعیت ایرانی در لس آنجلس. خب فکر میکنم گرفتن پروانه تجمع افراد در لس آنجلس راحت تر باشه بله. تا در نیویورک. اینجا هم خب مسائل سیاسی هست، مسائل مذهبی هست، مسائل قومی هست و به این راحتی بله. کسی بله. اجازه رژه در خیابانهای نیویورک رو نمیدن، ولی خب دوستان ما خوشبختانه در طی این 7-8 سال گذشته این رو ثابت کردن که ما افرادی هستیم که لیاقت این کار رو داریم، افرادی هستیم که در کنار به صورت ملیت‌های دیگه میتونیم از این امتیاز شهروندی در اینجا برخوردار بشیم و رژه برگزار بکنیم که شخصیت ما و وجود ما ایران و ایرانی و فرهنگ ایران و ایرانی رو آنچه که شایسته ما هست، نه آنچه که امروزه ارائه میشه، آنچه که واقعیت فرهنگ ما هست رو به جهانیان نشون بدیم و فقط امیدوارم که در سالهای آینده افراد دیگر، افراد شناخته شده تر ایرانی از طریق مثلا هنرمندان، قهرمانان یا افرادی که بیشتر شخصیت‌های جهانی اینوالوشن هستند رو در این رژه ها داشته باشن، به خاطر اینکه این رژه نه رژه شخصی هست، نه رژه گروهی هست، بلکه شخصیت و به سبب رژه ملی هست و این شامل همه افراد میشه و تمام افرادی که در سطوح مختلف ملی و فرهنگی ما ایرانیان شرکت میکنن باید در این رژه هم سهیم باشن و شرکت بکنن و حضور اونها هست که انعکاس خبری بیشتری رو به این رژه میپردازه و سال آینده که 10th سال هست و در واقع انیورسری یا سالگرد این امر مهم است، امیدوارم که تمام افرادی که شناخته شده تر هستن رو در صف اول این رژه ببینیم و به وجود اونها هم افتخار بکنیم و وجود آنها هم
باعث افتخار رژه و گسترش خبری این رژه بشه. خیلی متشکرم از شما، از تمام کسایی که زحمت کشیده بودن برای ایران. و آدم لذت میبره وقتی میشنوه که موسیقی مخصوص پلیس اونجا، موزیک مخصوص پلیس، سرود ایران اونجا مینوازن و چند هزار ایرانی با هم سرود ایران رو میخونن. از شما خیلی متشکرم. واقعا از این افراد تشکر کرد و همطور که عرض کردم این افرادی که در این کار هستن افراد حرفه‌ای هستن، مثلا دکتر رضازاده خانمیشون، دکتر اسدی خانمیشون، یا در گذشته دکتر احکامی یا دکتر قوامی و خانوادهشون، اینا واقعا از وقت خودشون میگذارن، یعنی به جای اینکه در مطبشون تبابت رو کنن میرن دنبال این برنامه ها و واقعا وقتی هستن که در بعضی موارد خود من هم این کار رو انجام دادن و این افتخار رو داشتم که قدم کوچیکی در کنار قدم های بزرگتر این افراد بردارم. من واقعا به این افراد تبریک میگم و از اون تشکر میکنم و میخوام که یعنی هم شما هم جامعه ما عمق زحمت های این آدم ها رو بپذیرن و تشخیص بدن و به من اجازه بدن که از طرف همه از این دوستانم تشکر بکنم و همینطور از این فرصتی که شما به ما دادید و این مسئله و این خبر رو از طریق رسانه گروهی شما مطرح کردید تشکر بکنم. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار. شب بخیر. خدا نگهدار شما. هموطنان عزیز، بدین وسیله دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی امریکا و عضو فعال کانون وکلای امریکا با بیش از 20 سال سابقه کار در دادگاه‌های سراسر امریکا، خدمات حقوقی خود را به اطلاع می‌رساند. دکتر ایرانی یکی از پرسابقه ترین وکلای ایرانی، علاوه بر انجام کلیه امور حقوقی در ایالت نیویورک، تخصص خود را در سراسر امریکا در اختیار هموطنان خود قرار می‌دهد. حضور در دادگاه‌ها، جلوگیری از اخراج، پناهندگی، سیتیزنشیپ و معافیت از امتحان، ویزاهای کاری، سرمایه گذاری E2 و EB5، کریمینال دیپورتیشن و اتهامات تروریستی و افت. دفتر دکتر جمشید ایرانی روبروی امپایر استیت بیلدینگ در منهتن نیویورک. تلفن 212-683-7700 212-683-7700. خوب نگاه کنید. این دستگاه ها دیگر ساخته نمی شود و باقی مانده آن به دست نابودی سپرده شده و به دنبال آن نوارهای ویدیویی شما هم نیز این چنین خواهد شد. قبل از اینکه دیر شود باید این گنجینه گرانبها بر روی DVD برده شده تا سالیان سال برای شما باقی بماند. نمایش استودیو کلینیکی برای نوارهای صدا و تصویری، بزرگ نمودن و بازسازی عکس‌های قدیمی در اندازه‌های مختلف، انتقال عکس و اسلاید بر روی DVD همراه با موزیک، ادیت و صداگذاری نوارهای ویدیویی. 818-705-2011. خدماتی برتر، قیمتی ارزانتر. نمایش استودیو. دکتر واروژ عزیزیان، دندان پزشک، پراستودانتیست، اسیستنت کلینیکال پروفسور سابق بخش ترمیمی دانشگاه تافتس بوستون، متخصص در کران، بریج، ایمپلنت، دندانهای مصنوعی و ثابت نمودن دندانهای مصنوعی با استفاده از ایمپلنت، فول ماوت ریکانسترکشن، با سازی کامل در زیبا نمودن دهان و دندان با بیش از 30 سال سابقه. دکتر واروژ عزیزیان، مطب‌ها در دو منطقه گلندل 1222 ساوت گلندل اوینیو با پارکینگ رایگان. تلفن 818-539-93 و بیورلی هیلز 310-429-5280. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود.
چمدان نداره. بله خدمتتون باید بگم که در این 32 سالی که برنامه تلویزیونی داشتیم در خارج از وطنمون، از روز اول یکی از اهداف بنده و کسایی که با من همکاری کردن این بود که یک کاری کنیم مردم آگاه تر باشه. خیلی مهمه که مردم آگاه تر بشه. البته شما باید یه برنامه تهیه بکنی که در جول ببینن. اگر بهترین برنامه رو درست کنی تهیه کنی و کسی نگاه نکنه که خب کاری نشده. پس یه برنامه که بیننده داشته باشه، اون ترفند کار داشته باشه که برنامه رو ببینن، وقتی که برنامه رو دیدن در اون برنامه اشخاص رو آگاه تر کنی. خب تو این چند ساله من خودم مثل شما به تلویزیون های مختلف توجه دارم، تلویزیون های ایرانی، تلویزیون آمریکایی، تلویزیون لاتین نگاه میکنم. بعضی وقتا با خودم
میدونید نمیم میشده میشه تو تل والا شاید پاوستایی گذاشتم میشینم تو خودم با خودم صحبت بکنم یه بخیه چرا این کار رو دارن میکنن کسی نیست تنهایی دارم تلویزیون نگاه میکنم که چرا برنامه به این صورت داره پخش میشه یا تهیه شده برنامه هایی هستش که مردم نگاه میکنن بیننده هم داره حالا تا چه اندازه بیننده ها خوشحال باشه یا نباشن درباره چیزایی صحبت میکنن که مربوط به همه نیست مربوط به یه عده خاصیه مثلا وقتی یه برنامه تلویزیونی نشون میدن البته خوشبختانه اینجا چون کانال های مختلف هست حتی یه ایستگاهی هست فقط برنامه غذاست درباره غذا صحبت کنه اونا رو نمیگم ولی برنامه‌ای که برنامه‌شون متنوع مثلا میگم که چرا مثلا اینا همش درباره مثلا جراحی پلاستیک صحبت میکنن بعد میگم حتما یه عده احتیاج دارن یکی میخواد دماغش رو کوچیک کنه یکی میخواد سینه‌اش رو بزرگ کنه دارن اونا رو آگاه میکنن دارن به اونا یاد میدن بعد یا برنامه هایی هست برای زیبایی بیشتر که چه کرمی بزنید چیکار بکنید کجا چه کرمی بزنید چیکار بکنید جوانتر نشون بدید فلان اینا تعدادش خیلی زیادتره ایبی نداره مخالف من نیستم ولی این چند سال گذشته من پی بردم وقتی میرم به بیمارستان وقتی سوالاتی که میکنن از شخص از در گذشته هم سوالای اولیه میکردن که چیه چند سالته چیه چجور ناراحتی چی دارید فلان یکی از سوالاتی که میکنن و در همه جا براشون خیلی مهمه میپرسن آیا بیماری قند داری؟ بیماری قند جدید نیست بیماری قند سالهاست بوده و سالها اشخاص بیمار بودن که ناراحتی قند داشتن ولی حالا ممکنه بیشترم شده باشه ولی یه چیزی که تو این چند سال اخیر بیشتر دربارش صحبت میشه آیا بیماری قند داری؟ وقتی تا بگی بیماری قند داری مثل که چیز تو یه خرجت سوا میکنن با بقیه کارا حالا این برای من اتفاق افتاده یا برای کسای دیگه که دیدم در بیمارستان دارم میگم اینی که میگم براتون خب میرم اونجا از من پرسیدن بیماری قند داری گفتم نه خیر رد شدیم ولی میخوام بگم که بیماری قند یه بیماریه که خیلی مهمه و خیلی باید بهش اهمیت داد ولی متاسفانه اهمیت نمیدیم چرا؟ از کجا من میگم اهمیت نمیدیم؟ در تلویزیون ها صحبت نمیشه در تلویزیون ها بحث نمیشه دربارش درباره جراحی و درباره پوست و درباره زیبایی و کوچک کردن دماغ اینا زیاد صحبت شده ولی درباره بیماری قند اصلا صحبتی نیست بعد حالا خودم فکر کردم که آخه چی میشه که وقتی یه چیزی که بیماری قند اینقدر مهمه که اکثر چیزها رو مربوط میکنه به خودش چرا ما مردم دربارش خیلی کم میدونیم ما مردم مخصوصا ما ایرانی ها رو نمیگم ما همه رو میگم کسایی که در اینجا زندگی کنن آمریکایی‌ها که تلویزیون نگاه کنن آلمانی‌ها ژاپنی‌ها این همه میتونه اهمیت داشته باشه ولی خیلی کمتر دربارش میدونیم بعد پی بردم پلو خودم حساب کردم دو تا چهار تا کردم گفتم که ببین یه کسی که میره برای جراحی پلاستیک یهو مثلا میگن این چقدر خرج شد میگه 15000 دلار یه کسی که میره جراحی زیبایی میکنه یا برای صورت یه پوستی میکنه نه فلان میکنه 8000 دلار فلان ولی تو این کارا تو همش یه درآمد خوبی هست و در بیماری قند درآمد آنچنان نیست چون که میدونید یعنی اون دارم برای شما میگم که این من حالا دارم اینا رو میگم
در خدمت کسی هستم که آگاهی کامل داره به این امور. ولی من گفتم نظر خودم رو بگم قبل از اینکه از ایشون اصلا سوال بکنم که چیه که درباره این حرف بر بیماری های مختلف صحبت میشه، درباره کارا صحبت میشه، ولی بیماری که همه میگن خیلی مهمه، همه هم تو بیمارستان ها میپرسن، همه هم اهمیت بهش میدن، ولی هیچ جا دربارش صحبت آگاهی داده نمیشه دربارش. این باید یه دلیل داشته باشه دیگه. یه موقع میگفتن که در زمانی که من بچه بودم میگفتن که خیابون جاده رو اسفالت نمیکنن چون که میخوان لاستیکا خورده بشه و اگر لاستیکا اون شرکت هایی که لاستیک درست میکنن اگر اونا بذارن این جاده رو اسفالت میکنن. این واقعا دارم میگم، من این زبون مثلا زبون فتلیشا تو بعدس دبستان بچهای صحبت ها میکردن. حالا اینکه یک اگر بیماری مهم نیست پس چرا تو بیمارستان اینقدر روش اهمیت میدن مخصوصا این چند سال اخیر؟ اگر مهمه چرا مردم رو بیشتر آگاه نمیکنن؟ یعنی این وظیفه، حالا وظیفه کی هست نمیگم، وظیفه تلویزیون، هیچ کسی اینجا وظیفه، هر کسی کار خصوصی میکنه، همه هم به فکر خودشونن، هیچ قانونی هم نیست که اینجا بگن که شما باید این کار رو بکنی. ولی بنده که برنامه چند سال برنامه داشتم سعی میکنم که تا اونجا که بشه یه مقدار آگاه تر بکنم شما رو. به همین جهت هست که هر بار از این دوست عزیز، از این پزشک محترم خواهش کردم بیان، ایشون لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن که بعد تو کوچه و خیابون با من صحبت کردن مردم و درباره ایشون صحبت کردن و آدم فکر میکنه که بس بی خود نیست. این احساس که من دارم، این احساس فقط برای خاطر همشهری بودن یا دوست بودن نیست، بقیه هم این احساس دارن که درباره این هموطن گرامی اینطور صحبت میکنن. خیلی خوشحالم که در خدمت دکتر رضا بناوی هستم. خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم، مرسی که دوباره از من خواستی خدمتتون برسم و بیام حالتون رو بپرسم. شانسی باشه که از این برنامه، طریق این برنامه با هموطنانمون در هر جای دنیا که هستن هم به خدمتشون سلام بکنم و هم اگر موردی هست که من بتونم در مورد دیابت کمکی بکنم که با هم صحبت شد. ولی دکتر این صحبت که این الان من کردم، میدونید معمولا شما هم خوش صحبتید هم شیرین صحبت میکنید، با هر کی صحبت میکنم میگه ها. به همین جد گفتم که باید این حرفایی که تو دلم هست باید بگم پیش از برنامه که دلیلش چیه، که این شما هم نباید، نه ممکن است میگم به من مربوطی نیست که چرا صحبت نمیشه یا چرا مربوط که به هر هم به نظر به باری انسان که مربوط میشه. اولا فرمودین که ما بارهای در همین برنامه شما صحبت کردیم که راجع به بیماری دیابت، دیروز در بیمارستان بودم من، بیمارستان رو بخشای مختلف داره، هر سکشنش 20 اتاق داره، بعد توی یکی از اون اتاقا بودم و داشتم یکی از این مریضا صحبت میکردم، گفتن که من 15-16 سال پیش تا همین بخش بیمارستان و همین بخش خوابیده بودم و دو نفر تو این بخش بیماری دیابت داشتن، یکی من بودم یکی دیگه بود از 20 نفر. نرسی که میمد قند من اندازه میگرفت و ازش پرسیدم از این 20 نفر چند نفر هست، که نمیدونم بهت میگم، بعد برگشت گفت که 12 نفر از 20 نفر تو همین بخش دیابت دارن. خب این نشان دهنده اون هست که چه تعدادی ما بیماری دیابتی داریم و چه سرعتی داره رشد میکنه. هیچ صحبتی در این نیست. شما صحبت، شما فرمودید که اصلا صحبت نمیشه. صحبت واقعا میشه،
ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که واقعا به عظمت شیوع این بیماری پی ببریم. یه زمانی من در یه جای نوشتم که این چیزایی که راجع به دیابت ما صحبت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اینها صدای یه طوفانیست که با خودش سیلی را داره میاره که ما فقط صداش از دور داره میشنویم، هنوز خودش نیامده. یه قطره های این ورانور به خاطر اون طوفان رو میشنویم، این چیزایی که الان داره میبینیم واقعا اونه. وقتی اون سیل بیاد، اون طوفان بیاد، اگه ما واقعا کاری براش نکنیم، جامعه انسانی زیر این طوفان له میشه دیگه، له خواهد شد. هیچ صحبتی هم درش نیست. چیزم خیلی واضحه، حالا واقعا نمیخوام وقت این برنامه رو زیاد در این مورد بگیرم. مثل اون شما ماشین داشته باشین، برید دور خونه یه بار دور بزنین، بعد هی باچو بیان پر کنین. خب این بنزین سر می‌ریزه، اولین چیز چین کبریت بزنه اونجا آتش بگیره. ما قراره بخوریم و راه بریم و بسوزونیم. خب اگه بخوریم راه نریم نسوزونیم، خب بزرگتر میشیم، بزرگتر هم میشیم، خب این عوارض پیش میاد، شکی درش نیست. در نتیجه داشتن بیماری دیابت و افزایش تعداد بیماران دیابتی اصلا چیز عجیبی نیست. باز هم من یه جایی گفتم که در حقیقت بیماری دیابت پاسخ گستاخی انسان در مقابل طبیعته. همه حیوانات دنیا میان خودشون رو با طبیعت تطبیق میدن. یعنی وقتی که هوا گرمه پوستشون میریزه و خودشون رو با اون گرمای روز تطبیق میدن. هم وقتی هوا سرده موهاشون میریزه و با طبیعت تطبیق میدن. وقتی که هوا سرده موهاشون زیادتر میشه و سعی میکنن که خودشون رو با اون بپوشونن. انسان این کارو نمیکنه. انسان میگه که من اگر هوا سرده خب پالتو میپوشم یا اگر هوا گرمه میرم تو اتاق ایرکاندیشن روشن میکنم. یعنی نمیخواد خودشو با این طبیعت وفق بده. ولی در مورد غذا خوردن یک جایی گیر کرده، میگه خب من غذا میخورم، بعد یه قرص هم میخورم. نمیشه. وقتی غذا رو میخورین باید چاق بشین، مگر اینکه برین دائما ورزش بکنید. و اگر شما نیم ساعت کامل ورزش بکنید، چیزی حدود مثلا 100 کالری مصرف میکنید به شکل خیلی چیز. بله. 100 کالری میشه دو تا شکلات. یعنی بدن انسان طوری ساخته شده که از نظر اقتصادی کالری رو کم مصرف بکنه، به خاطر همین ما انسان شدیم. اما فرمودین که چرا در جوامع انسانی اینقدر به برنامه‌های دیابت توجه نمیشه؟ ما خانخواه در یک مقطعی از تاریخ انسان هستیم که همه چیز تحت تاثیر مسائل اقتصادیه. در گذشته همینطور بوده ولی الان به مراتب بیشتره. خب بیمار شدن از نظر اقتصادی بیشتر به صرف بخشی از اجتماع هست تا جلوگیری از بیماری. همون صندلی چرخ و آسفالت. در آمریکا به هیچ دکتری به خاطر اینکه از یه بیمار دیابتی پیشگیری بکنه، نظر بیمار دیابت بگیره، بهش پول نمیدن. بله. همه پولایی که به دکترها و کسایی که کار پزشکی میکنن میدن، درمان عوارض بیماری دیابت. بله. یعنی شخص باید بیمار دیابت بگیره. بله. وقتی میخواد کور بشه بیاد مثلا لیزر بکنه، آقا نیمه کور بشه، به اون پول میدن. بله. بله. اگر یه نفر بیاد یه کلاسی بذاره، یه کاری انجام بده که بخوان جلوگیری بکنه اصولا از بیماری دیابت، هیچ سازمانی، هیچ بیمه‌ای، هیچ شرکتی پولی به اون نمیده. خب از همین شکل، از همین جریان یه دی سو استفاده هم میکنن. بیا خیلی خوب، ما میاییم یه سری داروها، مواد غیر دارویی به شما میدیم که شما دیابت نگیرید. یعنی در حقیقت همین کاری که ما میخوام انجام میدن که پیشگیری بکنم، ولی به راه غلط. نه. که بدتر هم میشه. و تمام این برنامه هایی که شما داریم میبینین
که انواع و اقسام مواد مختلف دارن تبلیغ میکنن، اینا هیچ کدومشون از نظر علمی شناسایی نشده که از بیماری دیابت پیشگیری میکنه. و خنددارتر از همه اینه که برخی از این آگهی ها یک سری مطالبی را دو هزار سال پیش سند قرار میدن که بیماری دیابت پیشگیری بکنه. اینکه خیلی خنده داره که میگم مثلا ابو علی سینا اینجوری درمان میکرده. آخه کدوم آدم عاقلی میاد بیماری دیابت در قرن 21 بر روش ابو علی سینا، حالا استش بزرگ خیلی هم معتبر، درمان میکنه؟ یا زکریای رازی در کتابش نوشته اگر فلان دوا رو با فلان دوا قاطی بکنیم بدین قند خون کم میکنه. آخه در قرن 21 مگه همچین کاری میشه کرد؟ خب اینا به نظر من از اصلش هم بدتره، یعنی از انجام ندادن، از پیشگیری نکردن هم بدتره. ولی هم شما دکتر این کلام میفرمایید که مخصوصا بو علی سینا و زکر رازی فرمودید، آیا اینها اون موقع میگفتن اگه مثلا کاکوتی بخوری با ماسقاتی بکنی که جلوی گرفتگی رگ‌ها رو میگه، مثل دارم میگه، بله. اینا رو مقصودن، یعنی چیز گیاهیه؟ بله ببینین اصلا وقت اینا رو به اون صورت یا قرص هایی درست شده که هر دوتاش انجام میدادن. اونا در زمان قبل هم همینطور بوده، وقتی ابو علی سینا که نه، ولی طبیبای دیگه ای که تون ابو علی سینا وقت نداشته قرص درست کنه، اصولا مریض نمیدیده. بله. بعد اگر هم میدیده یه تعداد خاصی را میدیده. ابو علی سینا اصلا داستان زندگیش یه چیز خاصیه، ولی طبیب های دیگه ای با که شاخص بودن و مریض میدیدن و درمان میکردن در این هزار سال گذشته، اینا برای خودشون یه سری فرمول هایی داشتن. حالا راجع به دیابت که داریم صحبتش میکنیم، اصلا در کتاب هدایه میگه استاد من یه قرصی داشت که اسمش بود برای بیماران دیابتی، یعنی اون موقع دیابت میشناختن و برای یه قرص تهیه کرده بودن و میدادن. معجونی بوده، چند تا گیاه بود یا چند تا ادویه رو با هم مخلوط میکردن، هر کسی که این علائم داشت که میخورد بیماری دیابت بهش میدادن. این ذکر شده در کتاب الهدایه. خب قرصش لابد به اندازه نلبکی بوده لابد. نخیر چون که اگه حب میکردن دیگه، الان نخیر میگم اگه اصارش بگیری کوچیک میشه دیگه، وگه نه بخوای شما الان چیز گیاهی مصرف کنی حجمش زیاده. خب بله همینطور بوده، برای همین درمان نمیشدن دیگه. بله. من میخوام همین بگم به شما، ما شاید مثلا 100 نوع بیشتر گیاه داریم که اینها قند خون میارن پایین. اصلا انجمن دیابت آمریکا یک کتابی منتشر کرده، انجمن دیابت آمریکا یک کتابی منتشر کرده، داروهای گیاهی که روی قند خون اثر دارن. و اونجا کتابای ما برده که بعضی از اونها نشون داده که در طولانی مدت میتونه در قند خون مؤثر باشه، ولی توصیه اینه که هیچ وقت از این گیاها به عنوان دارو مصرف نکنه. به دلایل مختلف بارها ما اینجا گفتیم، برای اینکه شما انگور تو خونت یه درخت انگور دارین، یه سال انگور شیرینه، یه سال انگور ترشه، یه سال میرسه یه سال نمیرسه، یه سال کم انگور میده یه سال زیاد انگور میده. وقتی صحبتی گیاه میکنیم، ما از مقدار مواد مفید که در مورد بیمار دیابت اثر میکنه در اون گیاه مطمئن نیستیم چقدر هست. بله، یعنی از نظر عددی نمیدونیم که چقدر به این میدیم، چون یه چیز فقط هزار سال پیش هیچ وسیله ای نداشتن که سنجش قند بکنن. اصلا اون موقع اصلا نمیدونستن که بیماری دیابت با بیماری با قند ارتباط داره. بله. ارتباط قند با بیماری دیابت از نظر علمی خیلی تازه است، گرچه در هندوستان اون زمان از روی ادرار متوجه میشدن که کسی بیماری قند داره، ولی در کتابهای طبی قدیمی راجع به ارتباط قند با بیماری دیابت خیلی کم صحبت شده. بله. این تازه است که ما بهش میگیم که بیماری دیابت با قند ارتباط. بله. داره. و مخلص کلام این که من به دوستایی که دارم برای میشنون توصیه‌ام این هست که هرگز بیماری دیابت خودشونو با مواد گیاهی درمان نکنن. مواد گیاهی برای
عوض کردن نحوه زندگی برای هر آدم که روی این زمین زندگی میکنه، فایبر لازمه، مواد گیاهی لازمه، آنتی اکسیدان لازمه، فلزات لازمه، اینها هم در گیاها وجود داره، مصرف گیاها هم خیلی خوبه و هیچ اشکالی هم نداره. ما ایرانی هم که وقتی سفره رو پهن میکنیم 7-8 هم از اینا هم داریم، ترپچه و پیاز و سبزی و ریحان همیشه تو چیز ما هست، خیلی مالیه. اگه کسی هم که بخواد کلسترولش رو بیاره پایین، شوید هم بغل دستش میذاره، شوید هم میخوره، اونم هیچ اشکالی نداره. نعنا میخورم برای دل درد، اونم هیچ اشکالی نداره. نمیدونم کدو هم میخورم برای اینکه قندشون بیاد پایین، اونم هیچ اشکال نداره. اما اینها برای این هستن که زندگیشون، اون غذایی که دارن چی میکنن، اینها جزئی از غذای روزمره شون باشه برای سلامتیشون، نه برای درمان دیابتشون. که در ضمن اینا رو اگه از زمان قدیم کم کم از همه اینا استفاده کنن، پیش از این که بیماری دیابت داشته باشن خوبه. بله، جز غذای زندگیه. ولی کن وقتی بیمار شدی، وقتی دیگه گفتن تو قند خونت بالاست، دیگه نمیشه بگی من سوی قاشق دارچین میریزم تو چیز. هیچ فایده نداره. هیچ چیزی برای دارچین، بله دارچین، حالا شما صحبتش کردین، چای دارچین خیلی خوبه، ادویجات دارچین هم خیلی خوبه. مامان منم اخیرا برای من یه دونه بسته چیز فرستاده از این ادویجات، 7 تا اینا رو با هم کوبیده کرده به شکل پودر، هر وقت من چای میخورم یه قاشق از اون میریزم چای، خیلی ازش تشکر میکنم. بعد خیلی هم خوبه، ولی اگه من قند داشته باشم که با اون خودم درمان نمی کنم. اینها به نظر من مسائلی است که باید عوض بشه، یعنی باید در ذهن ما این نقش ببنده که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، میخوام از اینجا بریم نیویورک، دیگه با گاری نمیریم. حالا یه نفرم ممکنه حواس بکنه با گاری بره، بالاخره بعد از این مدتی میرسه به اونجا. ولی در قرن 21 کسی از لس آنجلس میخواد بره نیویورک به گاری نمیره. بله. خب شما اگه خواستین برای تفریح سوار گاری هم بشید، از برین یه جایی برین، اشکال نداره. ولی در مسافرت الان از نتون یا با قطار یا با هواپیماست. الان درمان بیماری دیابت، اگر کسی دیابت داره باید سنجیده بشه، علائم بیماریش مشخص بشه، عوارض بیماری مشخص بشه، هر کدوم این عوارض برای خودش درمانی داره. من اتفاقا اینجا دلم میخواد که چون این مرحله راحت تره دارم خدمت بینندگان عرض میکنم، شناختن دیابت و تشخیص دیابت یه مرحله است. بعد 10 سال 20 سال هیچ مشکل ندارم، هر سالم رفتم دکتر و سال آخر میرم اونجا، میگن که قند خون شما یه ذره بالا هست. بعد با من صحبت میکنم، میگم به هر حال یه قرص هم باید بخورین، یه قرص هم به من میدم و من میام اونو میخورم. این تشخیص بیماری دیابت. به نظر من در اون مرحله که بیماری دیابت تشخیص داده میشه، درمان و پایین آوردن قند خون یکی از اجزای کوچک درمان بیماری دیابته. در اون مرحله درهای دیگه باز میشه، کسی که تشخیص داده میشه که این بیماری دیابت داره، یک کتابچه باز میشه، بخش های مختلفی از بدن از اون به بعد در خطر گرفتاری بیشتره. مثلا اگر شخصی که امروز بیماری دیابت گرفته و سن 40 سالش هم هست و در میان سالگی هست، این به بحث این که تشخیص داده شده که بیماری دیابت داره، باید در عرض یکی دو ماهی که قندش میاد پایین بره ته چشم میشه یه دکتر چشم پزشک حتما ببینه. نه اینکه قند خونش بالاست یه دونه قرص هم میخوره بعد این قرص داره هر 3 ماه به 3 ماه میره پیش دکتر، هیچ دیگه کاری دیگه نداره. حتما باید در اون اوائل قندش میشه که این ته چشم میشه آیا در این مدت سالم بوده یا نه. اگر سالم بوده دوباره هر سال باید این ته چشم دیده بشه. اگر سالم نبوده همون موقع، چون 20-30% کسایی که بیماری چشمی ناشی از دیابت دارن، اینها قبل از اینکه قند خونشون بره بالا چشمشون گرفتار میشه. یعنی این الزاماً به ما میبینیم بیشتر مریضایی که ناراحتی چشمی پیدا میکنن، اول از طریق چشم پزشک به دکتر دیابت معرفی میشن، میرن ته چشمشون به دلیلی
چشمشون میره وقتی نگاه میکنیم شما برای قند داریم یا نه. من اینجا دارم چیزی میبینم که این ناشی از برای قند، شما بریم پیش دکترتون. بعد میان بعضی وقتا حتی میاد با وجود چشم پزشک میفرسته و اونجا عوارض بیماری دیابت هم میبینه، ما وقتی قند خون اندازه میگیریم هنوز طبیعیه. بله. این نشون میده که یه سری مسائل دیگه غیر از قند وجود داره که باعث یه سری عوامل در عوارض در بدن میشه. یکی از اونها چشم. حالا من اگه این بخوام یه ذره بستش بدم و مفصل‌ترش عرض بکنم، اصولا عوارض بیماری دیابت یک سریشون مربوط به رگ‌های ریزه، یک سریشون مربوط به رگ‌های درشته. رگ‌های ریز قابل پیشگیری هستن، ولی هنوز ما هیچ دارویی برای پیشگیری از عوارض رگ‌های درشت پیدا نکردیم. کمک میتونیم بکنیم. مثلا اینجوری خدمتتون عرض بکنم، اگر ما حالا رگ‌های ریز چی هست؟ چشم جزی از رگ‌های ریزه، کلیه جزی از رگ‌های ریزه، اعصاب بدن جزی از رگ‌های ریزه، مغز هم رگ‌های ریزه هم رگ‌های درشته، هر دوتا. حالا اگر کسی دیابت بگیره قند خونش بره بالا، بیاد قند خونش بیاره پایین، 50-60% از عوارض بخش‌های ریز بدن، رگ‌های ریز بدن جلوگیری می‌کنه. یعنی شخصی قندش 200-250 در اول مراحل، اینه بیاره پایین تا 100-120 تا غذا میخوره به 140 بعد از غذا، این 50-60% از عوارض چشمی بیماری دیابت جلوگیری میکنه. 40% نه، هر کاری بکنون 40% به هر حال نمیتونم ازش جلوگیری بکنیم. یا مثلا عوارض پا، روی پاها یه سری رگ هست، روی این رگ ها یه سری عصب هست، عصب های بسیار بسیار ریز. وقتی که شخص بیماری دیابت میگیره، اون عصب بسیار ریز هم خودش رگ داره. بله. وقتی اونا گرفتار میشه، عصب ها گرفتار میشن. وقتی که عصب گرفتار میشه، اون رگ که یه ذره بزرگتر هستن اونا گرفتار میشن. این فرم پا عوض میشه. شما اگر شخصی که دیابت گرفتی، خودشون باید واقعا همیشه پاشون رو معاینه بکنن، هر سال هم یه بار دکتر پا ببینه. من مثلا یکی از توصیه‌ای که شاید در مطب من شما دیدین، همیشه مریضه توصیه کردم که وقتی میرم پیش دکترشون تو اتاق که نشستن که دکترشون بیاد ببیننشون، اول زورابشون در بیار. چون این یکی از کارهای سختی است که مریض هیچ انجام نمیده. فکر میکنه در آوردن پا تو را از پای چیز زشتیه، چیز بدیه، چیزی نه. هر مریض دیابتی وقتی وارد اتاق معاینه دکترش که مربوط به دیابت هست میشه، باید جواب بشه. اولین کاری که میکنه تا دکتر بیاد جورابش رو در بیاره. حداقلش یه دکتر نبیاد چیزش بهش میفته. بله. و معاینه پا در هر ویزیتی که دکتر دیابت میبینه ضروریه، ولی کافی نیست. خود شخص هر روز که دوش میگیره باید پاشو امتحان بکنه، لای پاهاشو ببینه، رنگ پوستشو ببینه، زخمی که وجود داره ببینه. و معمولا بیماران دیابتی به خاطر اینکه این اعصابشون شروع میکنه و از بین رفتن، حسشون حس گرما و سرماشون از بین میره و اینا وقتی روی چیز گرم داغ را میرم حس نمی کنم. اگر متوجه قضیه نشم، مثلا میرم بیچ داغ داغ تو بیچ را میره، بیچ اشکالی هم نداره، اون موقع مثلا متوجه نمیشه. شب میاد فردا میره کف پاش آشلاش شده، برای اینکه واقعا سوخته، این متوجه نشده. یا حس اینها کمتر میشه، احساسش کم شده. بله. یه جایی میره مثل چیزی وارد پاش میشه، اصلا متوجهش نیست. یه چیزی تو کفشش قرار میگیره، راه میره، متوجه نیست. برای همین امتحان پا هر روز، مثلا بیماران دیابتی همیشه باید جورابای سفید بپوشن. خب بعضی وقتا جوراب سفید از نظر کاری برای بعضی از شغلا، پوشیدن جوراب سفید رفتن سر کار خیلی چیز نیست. جوراب سفید برای این عرض میکنم که اگر احیانا چیزی باعث زخمای کوچولو بشه، اگه جوراب سفید باشه هر شب که آدم عوض میکنه متوجه میشه یه جایی یه لکی هستش. اگه جوراب تیره باشه این معلوم نمیشه.
جورابای الان در بازار هست که کفشون برای بیماران دیابتی، کفشون قسمت پایینشون سفیده، قسمت بالاشون سیاهه. که اینا اون حالت اجتماعی که بعضی همه خیلی همه چه کردن بله وجود داره در چیزش. بعد معمولا که ما از مریضای دیابتی میخوایم که جوراب که میخوام بپوشن حتما جورابایی بپوشن که نخی باشه، جورابایی که 100% پلاستیکی باشه، این تعرق پاها رو کمتر میکنه. و ازشون میخوام جورابایی بپوشن که این بالای این جوراب کشش خیلی شل باشه. بعضی از این جوراب ها که این بالاشون سفت هست باعث میشه که اون گرفته بشه و مقدار خونی که به پایین که میخواد برسه کمتر برسه، برای که در بیماران دیابتی اصولا رگ ها گرفتار هست، نصف گرفته است، وقتی این کشم اونجا رو میبنده بدترش میکنه. اینه که یه چیز مسائل خیلی ساده. بله دکتر، این که الان شما میفرمایید این همه آدم به قول میگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا دو نان بی کفاری و به غفلت مخوری، این همه سعی میکنن که یک کاری بکنن برای جلوگیری، برای کمک به این بیماران. ولی حتما شما توجه کردید با این که الان تو نگاه بکنیم هر کسی تو فامیل یا یکی از نزدیکانش، قمخیشش، یا یکی اقل از دوستاش ناراحتی دیابت داره و باز هم به فکر نمیفته شخص که بره یه چیز اولیه رو که ببینه آیا این ناراحتی داره یا نداره، تا اینکه یه اتفاقی میفته برای یه نفر که میشناسه یا یه کسی که معروفه پاشه میگن بریدن یا یه چشمش از دست داد، اون موقع است که به فکر میافتن که میگه نکنه منم ناراحتی داشته باشم. مخصوصا آخه بعضی از چیزها رو نمیشه کاری کرد دربارش، بعضی از بیماری ها خیلی مشکله، زحمت داره. ولی صحبت هایی که شما قبلا فرمودید، دیابت یکی از چیزهایی که اگر آدم بفهمه میشه باش کنار اومد، باش مدارا کرد و جلوگیری کرد از پیش رفته. بله ببینین، این سوال شما دو تا جواب داره. یکیش اینه که شما بله سعی میفرمایید همینطور هست، هیچم نه اینطوری نیست. این جواب سوال شما دو تا جواب متضاد. کدومش نیست؟ هر دو تا الان خدمت عرض کنم شما متوجه میشین. ببینید از نظر این که ما ببینیم و یاد بگیریم، این اصلا جزء کاراکتر انسان نیست. اگر ما از شکستامون، اگر از بدبختیامون، اگر از گرفتاریامون میتونستیم یاد ببینیم و اونها رو یاد بگیریم و دیگه انجام ندیم، دیگه 8000 سال که انسان جنگ نمیکرد که. بله همزه ادامه داره. این بخشی از شخصیت و کاراکتر انسانی نیست که چیزا رو ببینه و یاد بگیره. این نیست. حالا یه سری خوبی داره، این یه سری بدی داره. در یک مقطع کوچیکی ما متوجه میشیم که کار بدی که نمیخوام انجام بدیم، ولی بلا فاصله دوباره شروع میکنیم. شما فقط نمونه کوچیک شما خدمت شما عرض میکنم، در قرن بیستم متمدن ترین بخش دنیا اروپا بود. فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم 20 سال هم نیست. هر کدومش هم 10 میلیون نفر مردن. چطور میشه که در یه قاره که متمدن ترین باهوش ترین آدمای دنیا اونجا هستن یه جنگی انجام میشه، میلیون ها آدم میمیرن، متوجه میشن هنوز 20 سال نگذشته جنگ جهانی دیگه همونجا شروع میشه، با علمی که میدونن که نتیجه جنگ جهانی اول چی بود. درنتیجه ما از این جواب سوال شده که ما از این یاد نمیگیریم. این بخشش یادگیری انسان یه شرایط خاصی داره که اون بحثش اصلا اینجا نیست. اما ما بیاییم که وسیله‌ای که الان وجود داره در دنیا راجع به بیماری دیابت، برای اولین بار چند ماه پیش من یه مقاله خوندم که برای اولین بار من خیلی خوشحال شدم که دیدم یه گروهی اومدن در آی سی یو، چون تمام مقالات که همطور شما فرمودین تا حال منتشر شده بود این بود که کسایی که بیماری دیابت دارن اگر نمونیا میگیرن مرگی میشون دو برابره، اگر نمیدونم پروستاتشون خرابه مرگی میشون دو برابره، اگر قلبشون ناراحته مرگی میشون دو برابره، اگر کلسترول دارن مرگی میشون دو... یعنی هر کسی که دیابت داشت بیماری دیگه هم میگرفت هنوز همینطوره. هنوز هم همینطوره.
و بیماری دیابت بیماری های دیگر رو تشدید میکنه. اینو ما میدونیم. یه مقاله اومد بیرون خیلی جالب بود، داره یکی از این بخشای ویژه آی سی یو بررسی کرده بودن، دیده بودن یک گروه از بیماران دیابتی عوارضشون کمتر از بیماران غیر دیابتیه. رفته بودن دنبال اونایی که این گروه که چطور شده که این گروه بیماران دیابتی در آی سی یو عوارضشون کمتر. یک، به خاطر این بوده که اولا کسایی که بیماری دیابت میگیرن و بیماری دیابتشون کنترل میکنن، یک، بیشتر دکتر میرن، دو، بیشتر شاخونشون میگیرن، سه، بیشتر به کلسترولشون توجه میکنن، چهار، دلشون میخواد به خاطر بیماری قند بیشتر ورزش بکنن، پنج، به خاطر بیماری دیابت میخوان غذاشون رو از غذاهای بهتر انتخاب بکنن، در مجموع زندگی سالمتری دارن. و به خاطر همین مجموعه اینها وقتی که در آی سی یو بستری میشن عوارضشون کمتره. نتیجه میگیرم من با اون که ما این همه راجع به بیماری دیابت بد میگیم، اگر واقعا از زاویه خوشبینی به بیماری دیابت نگاه بکنیم و اون چیزی که بیماری دیابت لازم هست بهش بدیم توجه، اون چیزی که دوا، نوع غذا، نوع ورزش، مقدار وزن زیاد شدن و کم شدن، اینا رو توجه بکنیم، نه تنها ما از عوارض بیماری دیابت جلوگیری میکنیم، از بیشتر بیماری های جنبی هم پیشگیری میکنیم، احیانا بعضی از بیماری ها رو خیلی زودتر تشخیص میدیم. بله، کسی که بنده الان بس خبر خیلی خوبه، اگه وقتی گرسه و قندش دید بالاست بیماری داره، چون تبریک میگم به تو، به شرط این که بله همه اون چیزایی که ما راجع به بیماری دیابت میگیم بر دوباره. من بیماری دیابت ندارم، شاید مثلا سال یک بار میرم دکتر. خب اگر من از امسال تا سال دیگه یه بیماری بگیرم، احیانا در این وسط پشت، ولی اگه بیماری دیابت داشته باشه حداقل هر سه ماه باید یه بار برم دکتر. بله، این حداقلشه. خب دکتر اینطوری شاید این پروژه چیه میگه قدم خوبه. خب اول چیزی که من میگم، شما مثلا که 4 5 پوند زیاد شدین، میبینه. بله، فشار خون من گرفته نگاه میکنه میگه مثلا که شما فشار خونت هم بالاست، در صورتی که اگه من دیابت داشته باشم سال بعد این تا... یعنی در حقیقت ما میتونیم به بیماری دیابت از یه زاویه خوبش هم نگاه کنیم، به شرط این که اون چارچوب درمان بیماری دیابت، شما میتونید از من بپرسید چارچوب چیه؟ چارچوب اینه، حداقل باید هر سه ماه یه بار دکتر ببینیم. یعنی اگر قرار باشه، من بارها مریضم گفتم و دیدم هم واقعا در عرض این 20 سال گذشته که مستقیما با بیماران دیابتی کار دارم، فکر نمی کنم که در دنیای امروز برای کسانی که میانسال هستن و بیماری دیابت دارن، هیچ چیزی در زندگیشون به اندازه اینوستمنت در درمان بیماری دیابت سودآور باشه. یعنی ما خب به زمان کپیتالیستی باش رو زمان یعنی حساب کردم من، بعد یکی از دوستام که در دامتان کار میکنه که باید به همون زمان باید باش صحبت میکردم، گفتم اگه شما روزی ببخشید هر ماه $1,000 خارج از پوشش بیمتون برای این بیماری خرج بکنین، میشه سال $12,000، 20 سال میشه $240,000. من به شما قول میدم اگر شما در سن 40 چند سالگی این کار نکنین، در سن 60 چند سالگی به یه وضعیتی دوچار خواهی شد که اگر 2,000,000 رو خرج کنی نتونی برگردی اونجا. کجا شما میتونی حساب بکنی که یعنی به زبان واقعا اقتصادی حساب بکنین، هر کسی در میان سالگی هست باید اون چارچوب رو ببینه. اون چارچوب حداقل هر سه ماه یک بار دکتر رفتنه، حداقل هر سه ماه یک بار معدل قند خون سه ماه رو اندازه گرفتنه، حداقل سال یک بار دکتر چشم دیدنه، حداقل یک یا دو بار در سال دکتر پا باید پاها رو ببینه، امتحان بکنه زخمشو و رگهاشو، همه اینها رو. حداقل سال یک بار دکتر قلب دیدنه. اینا یک چیزی هست که ضروریه. یعنی هر بیمار دیابتی هر سال باید یک بار دکتر قلب ببینه. همه رو فهمیدم غیر از دکتر پا. یعنی اونا رو یکی یکی فهمیدم چون باش سر کار دارم، ولی دکتر پا چه؟ ببینید این یکی از جاهایی است که خیلی 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 در بین بیماران دیابتی به قول آمریکا میس شده.
این همه سوال شما میکنم، هم پام که چیزی نیستیم. شما وقتی بریم پیش دکتر پای درست حسابی، چون تخصصش در پا باشه، نه اینکه در پا، چون برای اینکه حالا متاسفانه خیلی شرمنده ام که واقعا من این عرض میکنم، به خاطر شرایطی که ما الان در جوامع غربی به خصوص در آمریکا داریم، نوع بررسی پزشکی را اون کاورج بیمه و پولی که میدن تعیین میکنه متاسفانه. بله اون هست دیگه. در نتیجه در آمریکا بیشتر پرداخت بیمه ها برای بیماری های پا جراحیه، در از اکثر دکترهای پا جراحن تا دکتر پا. بله من دارم راجع به دکتر پا صحبت کنم. بله بله نه جراح، فقط جراح پا. بله. کسی که دکتر پا هست بعد میتونه جراحی هم بکنه. بله. نه اینکه فقط دلش میخواد جراحی بکنه. بله. اون اصلا داستانش سواست خوشبختانه. ولی من که باید یه مقدار آگاهی داشتم، من به خلاف فقط دکتر پا اینه که فقط ببرو بدوزه بری بیشتر ناخونا رو نه اصلا این طور نیست. من اتفاقا منم منظورم همینه. بله. دکتر پا دکتری هست که یه چیزایی رو به شما، به من که الان 30 ساله با بیماری دیابت سر کار دارم، یه چیزایی رو از یه پای من نشون میده که من هرگز ندیدم. میاد شکل پاها، رنگ پوست، رگهای پا، عصب پا، اون شکستگی پوست، اون پارگی پوست، اون نوع پوست، همه اونا رو بشنید که بچه که داره درمان میکنه از اون ناخونش گرفته، قارچه هایی که روی ناخون وجود داره، شکل ناخونی که داره، چقدر این ناخون رفته تو پا، چقدر این داره اذیتش میکنه، این پاها رو چیز بهداشت پا در بیماران دیابتی یکی از مهمترین چیز هست. میاد اون همه صحبت که الان داشتیم میکردیم، میاد امتحان میکنه ببینید چقدر این حس از بین رفته، تا کجا از بین رفته، چقدر حس گرما داره، چقدر حس سرما داره، چه عادتهایی این مریض داره نسبت به پا. آیا وقتی که مثلا پاش داره سرده، یخ زده، باید اینو با یه چیز بپوشونه، نباید بپوشونه، آیا باید چیز پتو بذاره، اینا همه رو باید دکتر پا بگه. بله حالا کسی هست اونجا هم پاش سرد و داره چی میکنه، یه دونه از این چیزای گرم و برمیداره میذاره اونجا و خب حتما ضرر داره، حتما ضرر داره. بهداشت پا یکی از مهمترین مسائلی هست که به نظر من دکتر خوشبختانه در جامعه ایرانی در لس آنجلس و الان داره در ایران هم اتفاقا درست میشه و دکتر پا داره میاد، یعنی ما پودیاتری در اونجا نداریم ولی کسایی هستن که دارن کارشون میذارن روی چیزای پا. دکتر پا کسیست که میشینه با مریض پاشو میذاره رو میز این کتاب نگاه میکنه. بله. چرا این تاق پا بلنده؟ بله. چرا این انگشت کجه؟ به این شما نگاه کنید، اگه شست پا رو که نگاه کنید اکثر بیماران دیابتی این شست پاشو رفته این وری، این چیزشون ماده این بخشش، این الان داره پا رو کفش داره سوراخ میکنه، خب این بعد از یه مدتی تمام پوستش ثابته میشه و از بین میره. یک، برای پیشگیری باید چیکار کرد؟ دو، الان برای اینکه این از بین نره باید چیکار کرد؟ برای اینکه حالا شما که میپرسید من دارم عرض میکنم، ببینید پا در پشتش یه تاندونی داره، تاندون آشیل، یه تاندون بسیار بزرگی هست. کسایی که بیماری دیابت دارن قند میشینه توی این تاندون ها و این تاندون ها کوتاه میشه، در همه جا کوتاه میشه، در دست هم همینطور کوتاه میشه، در دست اگر نگاه کنیم مال بیماران دیابتی رو، به خاطر اینکه این قند میشینه روی این تاندون ها، غلاف میچسبه به تاندون، این دست شروع میکنه به کج شدن و اینو باید هم تزریق بشه و هم باید بعضی وقتا هم که لازم است باید اون شیت برداشته بشه تا برگرد جای خودش، به خاطر اینکه بیماری دیابت روی این تاندون ها اثر میذاره، بهش میگن انگشت فنری، بعضی وقتا فنر باز میشه. در پا، در این چیز آشیل، تاندون آشیل، قند میشین روی این تاندون آشیل اونو کوتاهش میکنه، وقتی که از پشت پا این تاندون بکشیم بالا تمام این استراکچر پا کشیده میشه. یعنی ساق کف پا که اینجوری هست تاق میره بالا. وقتی تاق بره بالا این انگشته کوتاه میشه. بله. وقتی این انگشته کوتاه میشه خودش میشه که اونوری، این برش تهش بیاد این ور. بله. اصلا شکل پا عوض میشه وقتی که تاق پا بلندتره. بله. وقتی نگاه کنیم میبینیم بلنده، تمام رگ هایی که به این استخوان ها میره و عصب هایی که به اونجا میره جاش عوض میشه. بله.
این پا شما اگر یه پای طبیعی رو نگاه بکنین سه جا هست، یعنی سه تا محور داره که بدن ما روی اون سوار میشه، یکی نوک شست بزرگه، یکی ته شسته، یکی هم پاشنه است. شما وقتی که یعنی این قسمت و پاشنه است، وقتی که این عوض میشه، آناتومی این استخوان‌ها عوض میشه، درنت شخص پاشو اینوری میذاره. یعنی بیماران دیابتی به جایی که صاف وایسن در سه تا محور این بدن نیروشو بذاره، کج میذاره، میذاره روی این پاشنه اینوریش. بعد از یه مدتی وقتی دکتر پا نگاه میکنه میده اصلا پا کجه، اونجا براش کفش لازمی که باید هست درست میکنه، کفی که باید درست میکنه، پوستی که باید داشته باشه. انقدر در مورد پا مطالب و مسائل وجود داره، کتاب ها نوشته شده و برای همین از یه رشته تخصصی برای این کار وجود داره. اینی که شما پاتو نشون بده آقای دیگر الله فرمودید، من نمیتونم. آخه میدونی وقتی به نظرم میاد که آدم وقتی صحبت میکنید، این که الان میفرمودید درباره پا، ما وقتی در زمان طفولیت اینجا الان برای بچه ها که مثلا برای تولدشون یا برای جشن نوروز اینا کامپیوتر میخرن، چیزای بازی میخرن، ما در زمان قدیم خواستن به ما یه جایزه بدن، وقتی مرغو ذبح کرده بودن و میخواستن بپزن پاشو مادرم به دو تا برادر بودیم، هر یکی از این پاها رو به یکی به ما میداد بگید بازی کنید. این که شما میفرمایید یه چیز داشت ما میکشیدیم اون تاندونه دقیقا میفهمیدم که الان شما چی میگید، چون در اون زمان واقعا ما این کار رو کردیم که میفرمایید یهو به نظرم اومد اون زمان. ولی من با یک، حالا صحبت پا کردید درباره تخصص هم صحبت میکنیم، با یک پزشکی من صحبت کردم که این متخصص فقط از مچ به پایین بود، فقط متخصص دسته. درست. این در UCL من با یکی آشنا شدم. بله، حالا که اینو فرمودی من باسم توضیح بدم، به هر حال مطلب که در این مورد تموم شدنی نیست. این همین اتفاقی که در پا میفته و باعث میشه که شکل پا عوض بشه، در دست هم همینطوره، فرق نمیکنه. در پا مهمه به خاطر اینکه ما وقتی که دو پا شدیم از چهار پایی به دو پای چشتیم، محور بدنمون جاهای مختلف رو گرفته، اصولا شکل پای ما اصلا یه چیز متفاوتیه. اما اون اتفاقی که از در تاندون ها در پا میفته، در دست هم میفته. اینجا ما یه سری تاندون ها داریم که این غلاف دورش میگیره و این باعث میشه که یه بخشی از دست ما بی‌حس میشه و بهش میگن که کارپوتانل، که میگن که میخوان عمل بکنن، در بیماران دیابتی دو برابر بیماران دیگه است. یعنی کارپوتانل وقتی که در یک مقطعی از یک جمعیتی از جامعه حساب بکنیم، 1000 نفر دیابتی و 1000 نفر غیر دیابتی، در بیماران دیابتی تعدادش دو برابر غیر دیابتی است و اینو همین کارو میکنن، میان اون غلاف این تاندون رو باز میکنن و اون تاندون رو آزاد میکنن. در دست آسون تره، حتی این غلاف هم که میخوام باز کنم، بازم اینو وقتی چی میکنن این دست برمیگرده سر جای خودش و راحت میشه. این عضلات دست شما نگاه کنین در بیماران دیابتی به این شکل چیز نیستن، عضلات عوض شده در چیز و همه بخشای بدن واقعا همینطوره. اومدن مثلا یکی از کارهایی که چند سال گذشته کردن، وقتی این کوتاه شده بود، اومدن اون تاندون آشیل زیپلاستی کردن، یعنی اومدن تیغ زدن. وقتی تیغ بزنن این بلند میشه. بله. این چیز و پا رو مدتی گت گرفتم و متاسفانه جواب خوبی نداد. این بخشی از رگهای ریز عرض میکردم، پای که از بخشای ریز چشم همینطوره. چشم ما در کسایی که بیماری دیابت دارن، تمام بخشای چشم بیماریشون بیشتر، هم بخش شبکیه، هم بخش قرنیه و هم بالا بودن فشار ته چشم. در نتیجه واقعا دیدن حداقل سال یک بار برای بیماران دیابتی یکی از ضروریاتی که هیچ وقت فراموش نکنید. یعنی فراموشی نتیجه میده که بعدا اصلا شما نمیتونید جلوش رو بگیرید. دوست من میپرسم چند آخرین بار که دکتر چشم دیدین کی بوده؟ میگفتن 4-5 سال پیش.
اصلا من تنم میلرزه. لازم نیست فکر کنه تا اینکه اصلا یه چه اشکالی پیدا بشه تو چشمش شد یه سیم بره یه چیزی باشه برنده، یعنی حداقل سال یک بار مثلا دوباره میخوام ببینم مسائل دیگه پیش بیاد میتونن چهار بار ببینن، ولی حداقلش سال یک بار یه دکتر چشم متخصص چشم باید بشینه ته چشمشون رو باز بکنه، قطره بریزه باز بکنه، نگاه کنه، عکس بگیره، رگاشو ببینه، برای اینکه فقط دو تا رگ، سه تا از این مویرک ها در اون جایی که مرکز دیده هست و خیلی هم راحت در بیماران دیابتی پاره میشه، اگه پاره بشه یهو خوابیده این چشمش دیگه نمیبینه. حالا هر چی لیزر تراپی فلان اینا، اینا داستانی که هیچ وقت به اصلش برنمیگرده. این همین قضیه در کلیه هم هست. کسایی که ناراحتی کلیه میگیرن در بیماران دیابتی به مراتب بیشتر هستن، به این هم قابل پیشگیریه. هر کسی بیماری دیابت میگیره، چون من اینا رو توضیح میدم به خاطر اینکه بیماران دیابتی همیشه توجهشون به مقدار قنده که خیلی خوبه، باید اونا آورد پایین، اما بخشای مختلف بدن که باید به اونا توجه بشه. هر بیماری دیابتی حداقل سال یک یا دو بار کلیهش تست بشه، خیلی کار ساده ایه، کلیهش باید تست بشه که آیا این پروتئین های ریز از کلیه دفع میشه یا نمیشه. این از طریق خون میشه، این از طریق ادرار. خیلی ساده است، از طریق ادرار، تست ادرار معمولی نه. یه نمونه ادراری هست که میفرستن به یه شکل خاصی این آلبومین های ادرار و پروتئین های ریز ادرار رو اندازه میگیرن. من اینو خدمتتون بگم، کسایی که بیماری دیابت ندارند، ما بدنمون کلی همون اصلا به خاطر این درست شده که یه سری موادی که در بدن لازم هست برگردونه به بدن، یه سری موادی که در بدن ما لازم نیست اونا رو از بدن خارج بکنه. کار کلیه همینه، هیچ کار دیگه نداره. مثلا ماهی کلیه نداره، برای اینکه لازم نداره که مثلا سدیم رو نگه داره، پتاسیم رو نگه داره، دور برش پر آب و شوره. بعد پروتئین هم لازم نداره، برای اینکه بدنش کاملا چیزی با پروتئین در محیط پروتئین زندگی میکنه. کلیه وقتی ساخته میشه که مثل پستانداراست، مثل کسی که از آب دورن، آب نگه داره. بعد یه وظیفه دیگه هم بهش گذاشتن، نمکم نگه داره، قندم نگه داره، پروتئینم نگه داره، اینا رو در بدن نگه داره. وظیفش زیاد شده، بله، یعنی پیچیده تر شده. اما چیزایی که مثل یوره است، مثل چیزایی که ویست پروداکت، مثل چیزایی که ضرورتی داره برای بودنشون در بدن وجود نداره، اونا رو هم بفرسته بیرون. بله. این کار کلی است. در بیماران دیابتی وقتی که کلیه ناراحت میشه این برعکس میشه، هر چیزی که برای بدن لازمه میره بیرون، هر چیزی که برای بدن لازم نیست در بدن میمونه. میگم فلانی ناراحتی کلیه گرفته، یورش رفته بالا، یوری که باید بره بیرون در بدنش رفته بالا، ولی ادرارش نگاه میکنیم پر پروتئینه، پر قنده، یعنی تمام موادی که باید در بدن بمونه رفته بیرون. این ناراحتی کلی است. حالا برای اینکه ما از این جلوگیری بکنیم، قبل از اینکه شخص عوارض بیماری کلیوی از دیابت بگیره، ادرارش رو تست بکنیم، نه قند داره نه پروتئین داره. این اول روز اینو اندازه میگیریم، میگیم شما الان در ادرارتون هیچ نوع پروتئینی وجود نداره. آلبومینش رو اندازه میگیریم که اون پروتئین خیلی ریزه، میشه مثلا 10-5، یه رقم بسیار کوچولویی که تا 20ش طبیعیه. اینو با هر 6 ماه تا یک سال، یک سال خوبه، 6 ماه هم میشه اندازه گرفت، ولی تا یک سال یه حد اقلشه، هر سال این اندازه میگیریم. آزمایش ها و امتحانات و تحقیقات مختلف نشون داده وقتی که این از 20 میره به 30 عوارض جهادی بیشتر میشه، میره به 50 خیلی بیشتر میشه، میشه به 100 خیلی بیشتر میشه، وقتی میره به 500 ما اصلا دیگه میدونیم چشمم گرفتار، قلبم گرفتار. و پیشگیری این که ما نذاریم واقعا از این حد بره بالا اینقدر ساده است که اصلا شما تصورش رو نمیتونیم بکنیم. به محض اینکه ما ببینیم که پروتئین در ادرار، آلبومین در ادرار ظاهر میشه، میایم فشار داخل کلیه رو کم میکنه، یه قرصی میدیم که فشار داخل کلی کم میشه. فشار داخل کلی کم میشه، فشاری وجود نداره که این پروتئین بفرسته بیرون، برمیگرده این بر و این سلامتی کلیه رو تضمین میکنه. خب چرا نباید این کارو کرد؟ کاری که به این راحتی، به این ارزونی، با
نه قرصش گرونه، از اون قرصایی نمیدونم 300 دلار دارم، یه قرصی هست که در ما 3 دلار چیزی نیست. و تستم که از اون تستایی نیست که 500 دلار باشه، خود تستشم 10 دلاره. آخه آدم باید خیلی چت سلیقه باشه نسبت به بدنش اینقدر بدی بکنه یه تستی رو که اصلا خرجی نداره، اصلا دردی هم نداره، نه سوزنی داره، نه دیالیز میشه، نه باید بری یه جایی بخوابی. یه نمونه ادرار سالانه هست که اگر آلبومین شما بالا باشه یه قرص ماهی 3 دلاری به شما میدن. این 50-60% از عوارض کلی جلوگیری میکنه. خب این اصل قضیه است که در جامعه ما باید بهش برسه. به نظر من 50% وظیفه پزشک این کارو بکنه، 50% وظیفه مریضی که بخواد این کار روش انجام بشه. آخه باید بدونه. ببینین این دوتا باید آموزش هم از برای پزشکان باید داشته باشیم، هم برای مریضا باید داشته باشیم. ما نمیتونین شما یه آشپزخونه بسیار خوبی را درست بکنین، یه آشپز ناقابل بذاری اونجا، اون آشپزخونه خوبی هیچ دردی نمیخوره، بهترین ظرف، بهترین مواد غذایی، بهترین آشپزخونه شما درست بکنه، آشپز اگه ناشی باشه به درد نمیخوره. آشپزخونه مواد خوب یا آشپز خوب لازم داره، این دوتا با هم باید مچ کار خوب در بیاد. مریض و دکتر هم همینطوره، آموزششون باید با همدیگه همسان باشه. یعنی هم دکتر باید بدونه چیکار داره میکنه، هم مریض وظیفه خودش نسبت به دکتر و خودش بدونه. این دوتا وقتی با هم دیگه مت شد عوارض بیماری دیابت هم کمتر میشه و هم همونطور که خدمتتون عرض کردم احتمالاً از نظر بهداشتی بهتر هم میشه و ممکنه فشار خونش هم بهتر کنترل بشه، کلسترولش هم بهتر کنترل بشه، بیماری قلبش هم مواظبت بکنه کمتر آرزه برسونه، تا اینکه کسی که یهو سرکارش نشسته آخرین برام که دکتر دیده 4 سال پیش بوده، بعد تازه میره یه فشاری بهش وارد میشه، تشته قلبی میکنه، میره اونجا میبینه کلسترولش 300 بوده و تریگلیسیرش 500 بوده و قندش هم بالا بوده و فشار خونش هم بالا بوده، خب معلومه سکته میکنه. بله دکتر، چون در ابتدا هم صحبت از بیماری قند کردیم، تعداد زیادی از مردم جهان گریبانگیرین هستند، ولی چون شما بنده و کسایی که برنامه رو میبینن هممون به زبان شیرین فارسی صحبت میکنیم، همه مال ایران هستیم، حالا ممکنه ایرانی ها در ایران زندگی کنن، ممکنه در کشورهای دیگه زندگی بکنن، ولی مثل اینکه تعداد بیماری قند زیاد شده ولی بین ایرانی ها بیشتر شده اینطوره؟ اصولا در مورد بیماری در کل دارم میگم، در ایران و در جهان دارم میگم، اصولا بیماری قند در نژاد غیر سفید رشدش بیشتر از نژاد سفیده، که شما ممکنه ازم بپرسیم به چه دلیل اینطوری هست؟ یکیش خب به خاطر نژادیشون هست که خب مسائل مختلفی دنبالش داره، ولی به نظر من یکی از مهمترین عواملی که در نژاد سفید بیماری دیابت کمتره به خاطر این هست که دیسیپلین اونها بهتره. بیماری دیابت یه بیماری دیسیپلینیه، یعنی شما وقتی که با دیسیپلین با این بیماری خیلی ببخشید دکتر، مثل یه بغل مارش دارن. بله، اگر شما با این بیماری با دیسیپلین رفتار بکنین حتما عوارضش کمتره. وقتی که شما در جامعه این بیمار، من یه نمونه تاریخی خدمتتون عرض بکنم، در اوایل دهه 80 وقتی که HIV AIDS در این مملکت شایع بود، تعداد سفیدا به مراتب بیشتر از چیزای دیگه بود، بخشای دیگه جامعه بود. HIV الان 30 سال گذشته، سفیدا تونستن خودشون رو اجاست بکنن، کنترل بکنن، دیسیپلینشون بیشتر بود، الان تعداد سفیدا به مراتب کمتر از تعداد نژادهای دیگه است. ولی البته این یه بحث جداگانه است که باید یه موقع دربارش صحبت بشه، که معمولا میگن کسایی که HIV پازیتیو دارن بعد از مدتی تبدیل میشه به ایدز. درست. معمولا اینه. ولی نمونهشه که ما میبینیم در اینجا ماجیک جانسن 20 سال پیش HIV پازیتیو شده و هنوز HIV پازیتیو و هنوز تبدیل نشده. خب من میخوام همین خدمت رو عرض بکنم،
این به خاطر این نیست که نژاد سفید یا نژاد سیاه یا نژاد دیگه در مورد اچ‌آی‌وی اون ویروس دیسکریمینیت میکنه. حالا اون بحثش جداگانه است. این دیسیپلینی که ماجیک جانسون راجع به بیماری خودش در 20 سال گذشته انجام داده همین دیسیپلین بوده که اکثر سفید انجام داده. بله. همین جوابش شما دارین میگین. یعنی وقتی که درمان به جای به موقع باشه، شناخت به موقع باشه، درمان به موقع باشه، دیسیپلین داشته باشه و امکاناتش باشه که در اونها خیلی بیشتر از بقیه هستن، این چهار تا رو بغل هم بذارین، نتیجهش بعد از 30 سال میبینیم در اچ‌آی‌وی نشون داده و حتما در مورد بیماری دیابت هم همینطوری هم هست. امکانات و وسایلی که در دور بر وجود داره، آموزش، همه اونها بذارین رو هم، ولی دیسیپلین بهش اضافه بکنین، حتما در مورد بیماری دیابت هم صادقه. برای همین هم هست که در نژادهای غیر سفید به خاطر نژادیشون صرف نظر اون بخشش، به خاطر مراعات دیسیپلین و اویلیبل و در دسترس بودن امکانات پزشکی برای این گروه، عوارضشون کمتره و در آمریکا و در همه کشورهای اروپایی مقایسه سفیدا با غیر سفیدا تقریبا دو برابر. حالا در ایران خیلی بیشتره، در خاورمیانه خیلی بیشتره، در جاهای مختلف خیلی بیشتره، اما یه چیز وجود داره. خب این تازه است، وقتی ما بتونیم واقعا از روی اون که این بیماری بیماری تازه هست، از امکانات جدید برای پیشگیری از این بیماری استفاده بکنیم، ما حتما موفق تر خواهیم بود. بله. بله دکتر، در یه چند دقیقه ممکنه که شما بفرمایید برای کسایی که الان بیماری قند ندارن و امیدوارن که این بیماری رو نداشته باشن؟ بله. من فکر کردم که این کیشه پر دارم میذارن حتما من میدونم که شما گرفتارید و شما براتون شنبه یه شنبه شب و روز نداره و این خیلی باید مهم باشه، چون با شیپور دارن دنبال شما میگردن و تا چند دقیقه دیگه خواهش من بازم شما میشم. برای کسایی که ندارن و الان میگن که من چیکار کنم، الان هر چی که صحبت میکردید شما بیشتر نگاتیو بود، چیکار کنم که به بیماری قند مبتلا نشم؟ در یه چند دقیقه بفرمایید برای دوستان ما، چه در وطنمون چه در اینجا، چیکار بکنن که نشن؟ بله، هم فرمودین صحبت 5-6 دقیقه نیست، واقعا میشه ساعت ها و ساعت ها، ولی کوتاه میدونم که دنبال شما دارم گرفتی در شیمون. ولی اولا من از شما خیلی ممنونم که این مسئله پیش کشید. در تلویزیون های ما کمتر به این مسئله توجه میشه، امیدوارم که بیشتر توجه بشه و بحثایی هم که ولی توجهشون توجه علمی و غیر مادی باشه. بله. و توجه مسائل مادی پشت سرش باشه، این یه بخشش. بخش دومش اینه که اگر ما واقعا بخوایم فقط در چند دقیقه بگیم که چیکار باید بکنیم که به بیماری دیابت مبتلا نشیم، یک عامل اگر من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، صرف نظر از اینکه سیگار کشیدن، ورزش نکردن و نمیدونم بد خوردن و همه اینها موثر هست، برای یک فاکتور، فقط یک فاکتور بذاریم در اون مهمترین فاکتور در پیشگیری بیماری دیابت بخوام من روش انگوش بذارم، اون وزن. اگر یه نفر قاعدتا یه نفر 40 ساله با یه نفر 60 ساله وزنش نباید فرق بکنه، یعنی ما باید در سن 40 سالگی دیگه وزنمون نباید زیاد بشه و وقتی زیاد میشه یعنی یه چیزی اونجا اشکال داره و یه زیاد شدن هم خیلی موزیانه است، یعنی هر سال ما حدودا یک یا دو پوند اضافه میشیم از سن 40 سالگی تا 60 سالگی. خب در یه سنینی بود آدم واقعا زیاد میشه. بله، مشکله، درسته، مالون براندوری. بله، همه همینطوره. ولی این یک پوند تا دو پوند اضافه در هر سال بعد از 40 سالگی تا 60 سالگی بزرگترین مشکلی هست که برای بیماران دیابتی وجود داره. اگر یه آقای 40 ساله تصمیم میگیره که من نمیخوام بیماری دیابت بگیرم و بهترین کار برای من چیه، باید خودش رو بذاره ترازو، ببینید که در سن 40 سالگی چقدر باید وزن داشته باشه
خودش بیاره تو اون وضع و بعد اگر بخواد دیگه دیابت نگیره تو اون وضع بمونه تا آخر. حالا میخواد ورزش بکنه که حتما باید ورزش بکنه، میخواد رژیم غذایی باید بگیره که حتما باید رژیم غذایی بگیره، میخواد سالم غذا بخوره سالم باید غذا بخوره، ولی میزان همون ترازوه. اگر شخصی هر روز میره ترازو ببینه که همون وزن هست، اضافه هم نشده، وزنی که براش طبیعیه، بله بله، اگر 20 پوند اضافه داره 20 پوند کم باید بکنه و این 20 پوند رو باید بیاره سر جای خودش، بعد همینجوری نگه داره. به نظر من مهمترین عامل در پیشگیری بیماری دیابت نگه داشتن وزن و کاهش وزن. بله. از شما خیلی متشکرم دکتر، میدونم که هزار جور گرفتاری دارید، شما شنبه شنبه شب و روز نیست 24 ساعته. خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که شما این ته سرماخوردگی که دارونم بهتر بشه. خیلی بهتر شده، خیلی ممنونم از شما و از شما خیلی متشکرم، مثل همیشه ما رو آگاه‌تر کردید و من هر دفعه که با شما صحبت داشتیم هموطنانم که من در کوچه خیابان دیدم منو دعا کرد. در اصل خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از شما. اجازه بفرمایید که تا دفعه بعد با شما خداحافظی میکنم، ولی به یک کار بسیار زیبایی که اتاق فرمان انتخاب میکنن توجه کنید. با شما خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. Thank you.
بدین وسیله دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال